منزلتا چون نارنجی کجا منزلتا چون نارنجی دلم پیدنتا چون نارنجی کجا منزلتا چون نارنجی یه شوم سرامون خودت گفتی برامون گفتی در شوم دلت گرد عوام اخ دلم پیدنتا چون نارنجی کجا منزلتا چون نارنجی دلم پیدنتا چون نارنجی کجا منزلتا چون نارنجی خدا عزت هر شوبای نخلی محلمون نشینم میرای محلوم مجای قد نبینم اخ دلم پیدلتا چوم نارنجی کجا منزلتا چوم نارنجی دلم پیدلتا چوم نارنجی کجا منزلتا چوم نارنجی دستای حنایی با اون موی تلایی منا کرد فدای اخ دلم پیدلتا چوم نارنجی کجا منزلتا چوم نارنجی دلم پیدلتا چوم نارنجی کجا منزلتا چوم نارنجی هی بیار اشتر عالی بیار اشتر بای سرگی چی را عالی بود اوه ایه بیا مادر دست بده من قربونت برم خب بفرمید مواظب باش کوچولو بفرمید خیلی قشنگ خیلی خوبی تو مثل من نمیتونه یه لیوان آب جو بخوری قابل نداره نمیدونم من هر چی آبی میخوام ببین مستر دایجان نذاش من حساب کنم و زودتر پول ده برو کلاس شنجن یه مهری جن ممکنه ببخشید صدات خیلی قشنگه معرکه خیلی هم ممنون ایداد بیداد ببخشید من فراموش کردم و جناب خدا فیزی کنم بلکن بابا وای چه قدرتی بناتم چه زور بازویی وای آخه به تو هم میگن خواننده آقای راننده بیا بریم عزیزم بیا بریم قربون شکل ماهد برم مثل اینکه تو صدای خوب نشنیدی حالا من برات یه دهن میخونم تا بفهمی صدای خوب یعنی چه وقتی من میخونم همه موجودات با هم همصدا میشن گوش کن بگم ببین به این میگن دو باش باریش باریش جز قزین و این فنگریش از نکردم به صدای بنده جواب فرمودن ابراز احساسات فرمودن خدا خب دیگه خدافظ بازم میبینم با نگه سلام نیمه سلام به روی ماهه خیلی خوشمزه است نوشه جان خواهرمه اسم زینته خدا برات نگرش داره خیلی خوشگله ممنونم بفرمایی نمک نداره بفرمایی یه لقمه براتون بگیرم زحمت نکشید خودم ور میدارم بفرمایی مهری من اینجام غذا میخوری؟ خودشون گرسنه نمیمونن خدا برکت میده شما بفرمایید سلام سلام از ما زینت خواهر نعمته مثل یه تیکه ماه میمونه خدا از بزرگی کمتون نکنه
شما مال همینجا هستین؟ آره. شما کجایی هستین؟ تهرونی. اومدیم یکی دو ماه اینجا بمونیم. اما هتل‌ها و مهمونخونه‌ها جا ندارن. مجبوریم زحمتو کم کنیم. خب اگه یه جایی باشه اینجا میمونیم. حتما. خونه ما که قابل شما رو نداره. اما خونه آقای امینی هست. آقای امینی؟ آره. اون یه خونه مبله داره که به مسافرا اجاره میده. آدم خوبیه. ما از بچگی با هم بزرگ شدیم. میخوایم با شرط بزنم. چی از این بهتر؟ بابا و مامان خیلی خوشحال میشن. آره. پس با اجازه میرم تا کارا رو راست لیستش بکنم. بفرمایید خواهش می‌کنم. بفرمایید. سلام هستم. رهبر خیلی بفرمایید. سلام خانم. سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. How are you? Thank you. سلام. سلام. سلام به روی ماه. خیلی زحمت کشیدید. واقعا ما رو شرمنده کردید. ایفا دشمنتون شرمنده بشه، ما که کاری نکردیم. دلم میخواد تو این مدت که ما اینجا هستیم همه جای خوزستان رو تماشا کنیم. نیکس بود جان من، نیکس بود اینجا نیست قشنگ. من تو رو پاریس بود، لندن بود، روم رو تماشا کرد، حس کرد. از قدیم گفتن تمام راه ها به روم ختم میشود. مامو جیب چارت کلمه حرف حسابی زدی. خب عشق من بیا بریم یه جا پیدا کنیم خودمون یه تکونی بدیم و غیری بریزیم. بیا از بس این پسر تو قایق عربده زد سرمون درد گرفت. حالا خوبه که سرم تو کولا بود و ایلال ترکیده بود. بوم این چرا اینجوری میکنه؟ نمیدونم. من دید درم میرم یه جا قرد بریزم، هرکی بخواد بریزه دنبال من بیاد. مثل این که خودشو مسخره کرده. دلش کن، خودتو ناراحت نکن. به خاطر شما چیزی بهش نگو. خیلی ممنونم. چی شده؟ چیزی نشده که ما ها. نعمت اگه اون میفهمید که اینطوری فکر نمیکرد. خب بگذاریم، دو سه روز دیگه باید همت کنی و همه جاهای دیدنی رو به ما نشون بدی. چشم به روی چشام. شریدم خوزستان خیلی قشنگ. قشنگ بود، تو این چند ساله قشنگترم شده ماشالله. مسخره است. پسر من، پسر سهراب خان میخواد با یه دختر بندری که معلوم نیست اصل و نسبش چی عروسی بکنه. دارم دیوونه میشم. کاش که قلم پامون میشکست و قدم به اینجا نمیزد. مستر دایی جان، مستر دایی جان شما عصبانی نشین. میترسم شیرتون خوش بشه، بچه های مردم گشته ببونن. من با کیوان صحبت میکنم و از اولاغ شیطون زرپی میارم ایش پایین. برو به کارت، خودم میدونم چی کار باید بکنم. خیلی خوب بکنین که داد زدن نداره. ده گفتم برو. دارم میرم.
آدم که وایسته بود بیشینم میشینم بفهمیم آمان میزه میکنم پسر بلند شو برو اینقدر حرف نگیز مد بایدم داری داد میزنی که اگه داد نزنم تو نمیری اگه دادم بزنی نمیرم چته گیش آمانی چیه چی شده با مادرت یه کار خصوصی داشتم میفهمی چی میگه با مادرت یه کار خصوصی داشته اینجا رو چی میگی میبینی تا خواستم چار کنم مادر مادرت توه اما این یارو باش کار خصوصی داره تا خواستم بگم اگه این کار خصوصی رو با مادر من داشت الان شیکمش رو سفره میکردم به مرگ مادرت پسر حیا کن مرد تو کار خصوصی داری من حیا کنه؟ یکی بس کن دیگه انقدر حرف نزن بابا اینجا چه خونه یه؟ آدم نمیتونه یک کلمه حرف بزنه بها تو هنوزم حرف نزدی؟ برو بیرون چشم از اینجا میرم اونم فقط به خاطر گل روی شما ولی مستر دایی جان حق نداره سر من داد بذاره من دیگه واسه خودم یه لندهوری شدم بابا جان شما چی خیال کردین؟ اگدادی بیرست باش داشتم فراموش میکردم سر به سرش نذارین خودتونو ناراحت میکنین با مادرت حرف میزدم میخواستم ازش خواهش کنم با تو صحبت بکنه و کاری کنه که تو از زینت صرف نظر بکنی چرا؟ به چه مناسبت؟ مگه زینت چه میداره؟ کیوان این برای خانواده ما آبروریزیه تو که میدونی پدرت پروانه دختر میرزا جعفرخانو برات در نظر گرفت جعفر با اون همه ثروت رو حرف من حرف نزد گفت خودتون اختیار داره پروانه هستین اون وقت این پسره اون همه ثروت رو ندیده گرفته و میخواد با دختری که اصل و نسبش معلوم نیست عروسی بکنه نمیدونم این جوونا چجوری فکر میکنن من که تا زندم به این کار رضایت نمیدم معذرت میخوام که سری حرف میزنم من به پروانه علاقه ندارم از این گذشته پدرش پول داره واسه خودش داره به من چه مربوطه ببین پسر جون ده همین جاست که تو اشتباه میکنی کیوان جعفر عمر خودشو کرده وقتی سرشو گذاری زمین همه پول و ثروتش دار و ندارش به پروانه میرسه حالیت چی میگه؟ از شما میخواییم من با ثروت جعفرخان ازدواج بکنم بله؟ نه پدر نه مادر من علش نیستم اگه این دختر اینجا پیداش بشه قلم پاشو میشکنم فوراً خریداتونو بکنین تا دو روز دیگه برمیگردیم تهرون دلم نمیخواد بین پدر و پسر جدایی بندازم ببین کیوان من به خوردن آب این شطو خرمای این درخت ها عادت کردم کفران نعمت نمی کنم همه اینا نعمت خدا هستن تو برو دنبال زندگی خودت پس تو؟ من به همه این نعمت ها قسم می خورم که همیشه به فکر تو باشم و برای سلامتی دعا کنم منم قسم می خورم به همه مقدسات به جون خودت اگه به قیمت جونم هم تموم بشه با تو عروسی میکنم پسره غلط میکنه رو حرف من حرف بزنه چاره ای نیست مصلحت اینه که به این کار رضایت بدی زان مگه دیوونه شدی من با این همه اسم و رسم بیام این دختره رو برای پسرم بگیرم جون به جونت بکنن به هر جا برسی اصل و نسب دنبالته چه خبرته؟ خودتو گم کردی؟ پول هارت کرده؟ اش یادت رفته با چه کلکی صاحب پول و پله شدی؟ کم حق و ناحق کردی؟ کم سر مسلمون و نامسلمون کلا گذاشتی؟ نزول خوری نکردی؟ بیابونای خدا رو با حق بازی و شالاتانی به خلق خدا غالب نکردی؟ حالا همه بی اصل و نسب و گدا گشنه شدن و حضرت آقا زاده قارون اگه این کارو نمی کردم که دختر اعظم سیا رو خانوم بالا و خانوم پایین نمی کردم شما ها چتونین؟ چه خبرتونه؟ از مامان جونت بپرس اگه بد بگی بد می شنفیا حواستو جمع کن من به خیر و صلاح حرف می زنم مهری تو برو تو اتاقه
هوای دختره افتاده تو سر پسره. اگه بیشتر از این اصرار کنی خودتو ثبات کردی. این خواستنا زود گذره. چند سبایی که باهاش باشه ازش سیر میشه و سر عقل میاد. هرچی منو تو مقاومت کنیم اون جسورتر میشه و خواهی نخواهی کاری رو که دلش میخواد میشه. پس میفرمایین ما این وسط هیچ کاری؟ هیچ کاری یا همه کاری دیگه نمیدونم. فقط ازت میخوام که به این کار رضایت بدی. یکی دو ما بعد از عروسی از حرارت میفته و کارا به خودی خود درست میشه. من که گیت شدم نمیدونم چی کار کنم. من که میدونم. حالا بیا بریم. بیا بریم سورمونو در کنیم. سور؟ آره. بچه را بیا. بلا مهری جان همین اصلا نکن. البته میتونیم یه خوده با هم ماچ بازی کنیم. بلم کن. چی رو ولش کنم؟ بلم کن. بلم کن. بلم کن. بلم کن. این وای عشق من حسیدم باد شد. ای عشق خون عشق من نرو نرو آمادم برای نجات تو فداکاری کنم. بایست آمادم عشق من. جناب جناب الان واسه درا میام. یه دقیقه نمیتونم برگردم. کجایی؟ جناب از کجا گیر میارم؟ جناب کجایی؟ جناب چی شده؟ دایی جان عشق من مدر دایی جان مهری جان در رودخانه سخون کرد. باشی جرف جوام. آره افتاد جوام. بری بری یک کاری بکنم. منم برم جناب میارم. شور ننداز باش تقصیر این تفرد مهره جان الهی قربون از دارم مادر چی شد بود چیز میشه الهی مادر بریم کنار بریم کنار تناب آوردم تناب آوردم عجب تناب یه هست محکم و حسابی جون میده بسه خود کنش نفهمیدم نفهمیدم کی بدون اجازه من اون از روب در برد و منتظر فداکاری من نشد ببین نعمت تو باید افتخار کنی که خواهرت عروس خانواده ما میشه. کیوان پسر منه، پسر سهراب خان. من حرفی ندارم، زینت کنیز شماست. ولی چی؟ حرفتو بزن، خجالت نکش. هر چقدر که پول بخوای بهت میدم. بگو پول چی آقا؟ مار دنیا تو همین دنیا میمونه. من یه چیز دیگه ای میخوام. نعمت تو از ما چی میخوای؟ برو دروسی بگو. دلم میخواد منو به قلومی خودتون قبول کنید. میفهمی چی داری میگی؟ اگه نمیفهمیدم که نمیگفتم. ما بندریا رسممونه وقتی یکی میدیم یکی میسپونیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه من خواهرم میدم به کیوان خان که نوش جونش بشه، اونم خواهرش بده به من که چی بشه؟ که نوش جونم بشه. آی که دیوونه شدم. عصبانی نشو عزیزم. نعمت که حرف بدی نمیزنه. من میدونم چی میگه. چی میگه؟ میگم که توی این دنیا هیچ کس از بد و بستون ضرر نکرده. شما یکی بدین یکم بستونین. ببین ما حرفی نداریم. تو جوون خوبی هستی. ولی اگه مهری حاضر نشه زنت بشه اون وقت دیگه حرفی ندارم خانم. نعمت ایشالله توی یه فرصت مناسب با مهری حرف میزنم. اگه قبول کرد ما هم حرفی نداریم. البته شرط و شروطی هم داره.
هر چی بگین قبول میکنم. ممنونم. میدونستم. با اجازه شما من میرم با زینت حرف بزنم. برو، خدا نگهداره. با اجازه. خدا حافظ. میبینی کار ما به جایی رسیده که این پسره با وقاحت و بی‌شرمی سره اسم داره و اسمش هم نعمته. از این گذشته اون حرف خلاف شرعی نزده. نفهمیدم، یعنی تو حاضری خواهر زن نعمت بشه؟ تا قسمتش چی باشه. اون لایق ما نیست. چرا؟ اولا نعمت به اندازه خودش داره، ثانیا امروز توی این مملکت اگه کسی یه ارزن استعداد داشته باشه در ترقی به روش بازه. خواهش میکنم انقدر بد فکر نکنی. ور پریده زبون در آورده. جوانای این دور و زمونه توی دنیای دیگه ای زندگی میکنن، نمیدونم چی میخواد بشه. بذار عروسی کیوان و زینت سر بگیره بعدش. مگه خودت نگفتی به شرط ها و شروط ها؟ آه چرا، پس خیالت راحت بشه. همه کس دل میبر تو از دموم خوشگلا قشنگتری قشنگتری ابوالهیل یا گرگری چشم و چراغ بندر به رقص و شادی بخون خوشگل سین کفتری شکر خدا را میکنم من به خدا میشه خوشگل من دوستم داره بهتر از این نمیشه شکر خدا رو میکنم من به خدا میشه خوشگل من دوستم داره بهتر از این نمیشه با رفت زاغ بندری از همه کس دل میبر تو از دموم خوشگلا قشنگتری قشنگتری ابوالهیل یا گرگر چشم و چراغ بندر به رفت و شادی بکن خوشگل سین کفتری عروس بندری میخواد برای دوماد برفته دست بزنید شادی کنید عروس میخواد برفته عروس بندری میخواد برای دوماد برفته 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 داغ بندری از همه کس دل میبری تو از دموم خوشگلا قشنگتری قشنگتری ابوالهیل یا گرگری چشم و چراغ بندری به رقص و شادی بکن خوشگل سین کفتری شکر خدا رو میکنم من به خدا میشه خوشگل من
دوستم داره بهتر از این نمیشه، شکر خدا رو میکنم من به خدا نیشه، خوشگل من دوستم داره بهتر از این نمیشه، ابون هیل یا گرگری چشم و چراغ بندری، به رقص و شادی بکن خوشگل زین کفتری. من سر قولم هستم، مهری هم وقتی مادرش باهاش صحبت کرده مخالف نبوده، ولی عروسی کردن تو با مهری همونطور که قبلا گفتم شرط و شروطی داره. چه شرطی؟ ببین آقا نعمت، اگه کیوان با خواهر تو عروسی کرد قبلا از هر جهت خودشو آماده کرده، خونه شخصی داره، زندگی داره، کار و شغل درست حسابی داره. خب منم خونه و زندگی دارم، دو تا لنج دارم که روش کار میکنم، روزی 200-300 تومن هم کاسه من. ما هم قبول داریم. ولی دختری که تو تهران بزرگ شده و با من با ناز و نعمت امکان نداره بتونه توی همچین محیطی زندگی بکنه. مگه اینجا چه عیبی داره؟ عیبی نداره، منظور مادرش اینه که تو باید قبلا فکراتو بکنی، بسنجی آیا قادر هستی وسایل آسایش زن تو رو برا بکنی؟ من هر کاری که اون بگه میکنم. ما از جانب مهری با تو حرف میزنیم، تو باید قبل از عروسی یه خونه اگه کوچیک هم باشه تو تهران برای خودت دست و پا بزنی. خونه؟ آره، بعد از عروسی دست زنتو میخوای بگیری کجا بره؟ خب اگه خونه خریدم اون وقت دست مهری رو میذارم تو دست تو و هر دوتون هم به خدا میسپارم، ولی باید قول بدی و سر قولت هم باید مرد و قولش. باید قول بدی و قسم بخوری تا تهران خونه نخریدی سراغ مهری نیاد. خدا قسم میخورم تا تو تهران خونه نخریدم خونه شما حتی برای دیدن خواهرم هم نیام. آفرین، ما فردا حرکت میکنیم و تهران منتظرت میشه. هر چی زودتر بیای بهتره. برو برو به کارت. با اجازه. چرا این قولو دادی؟ من هر چی از خدا خواستم گرفتم، ایشالا پیش اونا روسیا نمیشم. حالا چی کار میخوای بکنی؟ دار و ندارم و میفروشم و به هر شکلی شده به امید خدا یه خونه تو شهر شما میخرم. مری خانم، به دلم برات شده که شما مال من میشین. ایشالله. باید حواستو جمع کنی، به خاطر این تلفن کردم تو از تهران بیای که به کسی دیگه ای اعتماد نداشتم. نعمتو بهت نشون میدم، باید کاملا مواظبش باشی، قراره که اون به تهران بیاد، البته با دست پر. باید کاری بکنی که وقتی پاش به تهران میرسه یه پاپاسی هم نداشته باشی. چاش. خب دیگه یادت باشه انعام خوبی پیش من داری. خدافظ. خدافظ. کن خدافظ، منتظرتم. به امید خدا. خدافظ شما. من از اونها جلو بزنم که زودتر خدافظی کنم. گود بای. گود بای. خواهرم و دست تو و هر دوتون رو به خدا سپردم. خیالت راحت میشه. خب بگی نعمت جون. با اجازه. دست علی و حوا. خیلی ازت ممنون. خیر پیش. آخ گریه نکن خواهر جون. یه دیگه نکن. خدا فکر نیمه. خدا
میشی تنها دل من، شده رسوا دل من، اسیر غمها دل من، بینوا این دل من، همیشه تنها دل من. که گویم غم دل که از بسه لبریدم امشب، به چه شوقی بخانم که سرد و غم انگیزم امشب، شده رسوا دل من، اسیر غمها دل من، بینوا این دل من، همیشه تنها دل من، شده رسوا دل من، اسیر غمها دل من، بینوا این دل من، همیشه تنها دل من. بی تو فردا چه کنم، با دل شیدا چه کنم، بی کس و خسته و افسرده و تنها چه کنم، سفر کرده تو اونجا و من اینجا چه کنم. نخور دوره غم شد سپری، شب اجران سپری گشت و شب در بدری، به مراد دل خود میرسی اکنون دل من، که دیگر آتش غم در تو ندارد اثری. خب داداش خیرش ببینیم. حالا مال خود قربون شما، خیلی هم مرد خدافز شما، خیلی پیش داشت. همونی که اونجاست. بله. چند میخریش؟ گفتم که 300 سال. باشه. خوبی. برو بریم. بفرمی. شما بفرمی. تاکسی سنوبر میخوره؟ نمیخوره، نمیخوره. لالی بچه مکنون
سوال نداری پاشی بری زیر ماشین. داشتی زیرش میکردی. برو خونه شون دیگه هم وسط خیابون نیا. یا توی تهرون خونه نخریدم خونه شما حتی برای دیدن خواهر من نیام. کارگر میخوای؟ کارگر؟ لازم داشتیم دو روز پیش گرفتیم. دوستی آشنایی کسی کارگر نمیخوای؟ بابا جون امروز که کار گرفتن عزا نداره. لای روزنامه رو که باز بکنی هزار تا آگهی استخدام کار میبینی. همه جا کارگر میخوان. اینها کارخانه زباهان آگهی کرده کارگر میخواد. نگاه کن. کارخانه زباهان؟ بله بله اصفهان. اومدم اینجا کار کنم. تو روزنامه آگهی کرده بودیم. درسته. ولی الان قسمت مربوطه تعطیل. فردا صبح اول وقت تشریف بیارین قدمتون بالای چشم. خودم ترتیبشو میدم. مطمئن باشین. خیلی ممنون. با اجازه. خدا حافظ. خواهش میکنم. خدا حافظ. تو رو هم چی میکنی؟ آخه ازت خوشم آمده. چه کنم دیگه قربونه ایکل دارم. کار دله. کیه که این عکس رو ببینه و ایکل تماشا کنه و دلش دارم نخواه. دم کن گوشت ترم رو چندی؟ کار بونگ دلت بخوره. چرا اسباب زحمت مردم میشی؟ چشو؟ سه دفعه بهش سلام کردم یه دفعه علک نگفته. مگه من خواهرتون رو کجا رو بخورم بدم؟ مرد به روی زن دست بلند نمی کنه. آره کچه مگه وفا می ده وفا بابا جا بگید
چیه؟ اینجا چه خبره؟ چی میخواستی بشه؟ چند نفر مزاحم من شدن. این آقا حسابی حسابشون رو رسید. خب؟ اونا فرار کردن. بیام بهت میدم. من تو این شهر غریبم، جا و مکانی هم ندارم. اشکالی نداره، یه اتاقم در اختیارت میذاریم. راضی هستی؟ راضیم به رضای خدا. دیر نکردی، من برادر خودمو میشناسم. سرش بره قولش نمیره. زیاد طول نمیکشه که در این خونه رو میزنه و سند خونه ای رو که بابات خواسته میذاره جلوش. دلم واسش تنگ شده. منم همینطور. ایشالله میاد. آره بالاخره چی جواب میده؟ من که جواب تو رو دادم. بیشتر از این مزاحم نشو. حالا دیگه مزاحمم هستم. خیلی متشکرم. توقع نداشتم اینجوری با هم حرف بزنی. این خودت هستی که آدمو وادار میکنی اینطور با حرف بزنی. آخرش چی؟ من حرف آخرمو بارها بهت زدم. دیگه هم حوصله ندارم. بسیار خوب. میبینیم که ضرر میکنه. زینت! کیوان! چه مهربون و صمیمی با هم رفتار میکنن. تمام نقشه های ما غلط حساب دارن. نگران نباش، تبتون زود به عرق میشینه. ستاره، خودت بهتر میدونی که اگه من باسازم روی صحنه تو رو همراهی نکنم به هیچ عنوان نمیتونی موفق باشی. ولی این دلیل نمیشه که من به هر بی‌عفتی و بی‌عصمتی تن بدم. آقا جون، من مرد دیگه ای رو دوست ندارم. آقا چجوری میشه این موضوع رو تو کله تو فرو کرد؟
تو فریدو به خاطر اینکه صاحب تئاتر و اگه حرفشو گوش نکنی بیرونت میکنه پذیرفتی. اولا فرید نیست و آقای فریده، دوما خواستن و دوست داشتن خیلی باشکوه‌تر از اونی هست که تو فکر میکنی. برای من فلسفه نباف، ما خودمون ختمیم. آی که اونجوری که من میخوام نباشی، کاری میکنم که روی دوتا پام بیفتی و ازم معذرت بخوای. همین. می بخور من بر بسوزان مردم آزاری مکن. به چی فکر میکنی؟ چند وقت کیوان و زینت با هم عروسی کردن؟ یه سال بیشتره، چطور مگه؟ بیشتر از یک سال میگذره و زینت حامله نشده. بهتر. از اینکه اون آبستن نشده تو ناراحتی؟ برعکس، خیلی هم خوشحالم. و خوشحالیم وقتی بیشتر میشه که با این حربه میتونم کارشو یکسره کنم. چی میخوای بگی؟ کیوان خیلی دلش میخواد که پدر بشه. هنوز دیر نشده. چرا؟ دیر شده، خیلی هم دیر شده. مگه 14-15 ماه مدت کمیه؟ حتما یه ایرادی تو کاره که زینت تو این مدت آبستن نشده. سهراب، مثل این که داریم از شرش خلاص میشه. چه فرمی؟ شک نداره وقتی کیوان بفهمه که زنش اجاقش کوره، دیگه نمیتونه مثل حالا بهش علاقمند باشه. و ما باید همین موضوع رو بهانه کنیم، سرش نق بزنیم تا آسی بشه. وقتی آسی شد، اون وقت دست از سرمون ور میداره و میره لا دست باباش. مردم سالون رو سرشون گذاشتن، اعلان برنامه کردم. آخه چرا همچین میکنی؟ خودت اینطور خواستی. ازت خواهش میکنم، سالم به هم خورد، رسوا میشی. من که بهت گفتم کاری میکنم که روی پاهم بیفتی و معذرت بخوای. تا معذرت نخوای همین آش و همین کاسه است. منصور خان، را رضای خدا جلو آبرو ریزی رو بگیر، بیا بریم تو سن. آبروم رفت. آبرو بی آبرو، فقط به این بگو آره یا نه. منصور خان، آره یا نه، جواب بده. نه. چه از جون این زن میخواد؟ تو فضولی نکن. برنامه اجرا میکنی یا نه؟ اگه نکنه کار لنگ نمیمونه و در اینجا هم بسته نمیشه، ولی برای خودت بد میشه. من مصلحت خودم رو بهتر میدونم. اینطور. خیلی خوب، بیبریم سفر خانم. بگو پرده رو بکشن. تو چشمه قهر و نازه، لبای تو یک گل نیمه بازه. خبرداری به جای دل تو زیرت، یه شیطون کوچ که هیل بازه. گندم عشق و لب تو کرده کش، آدم و بیرون میکنه از بش. گندم عشق و لب تو کرده کش، آدم و بیرون میکنه از بش. کرده که آدمو بیرون میکنه.
اشتباهه، عشق تو یک رفیق نیم راهه، با سنگ بی مهری دلم رو نشکن، شکستن دل به خدا گناهه، گندم عشق و لب تو کرده کش، آدم و بیرون میکنه از بش، گندم عشق و لب تو کرده کش، آدم و بیرون میکنه از بش. بچه ها یه چیزی بزنه. گوره نگیر و ننه من قریبم بازی در نیارا. ما بچه میخوایم، میفهمی؟ بچه. آخه مگه ما چند وقت عروسی کردی؟ هنوز که دیر نشده، چرا این همه بی‌انصافی، این همه ظلم در حق من میکنین؟ چرا چرا چرا؟ دختره بی حیا، خجالت بکش. تو چطور رو دوشه که تو مقایسی اینطوری حرف بزنی؟ خجالت هم خوب چیزیه. واقعا که باری کلا، آفرین، مرحبا. حالا دیگه ما بی انصاف شدیم، ظالم شدیم. ببین تو خودتو ناراحت نکن، قلبت میگیره باز مریض میشی. یا بذارش به عهده من، من میدونم چه معامله ای باید باشه کنم. که بریم بی چشم رو همچین. گریه؟ مگه نمیبینی چی به روزم میارم؟ هزار دفعه بهت گفتم ماجرا رو به شوهرت بگو. با اون همه گرفتاری که اون داره من چی بهش بگم؟ خدا رو خوش میاد که از این جهتم ناراحتش کنم. آخرش چی؟ نمیتونم. پناه به خدا، راضیم به رضاش. نه مصلحت میدونی ببرمت پیش دکتر؟ دکتر؟ آره، دکتر صداقت، دکتر خانواده ماست، هم دکتر خوبیه، هم آدم خوبیه. تصور میکنم تو رو ببینه بد نباشه، یه معاینه که ضرری نداره. اگه پدر و مادرت بفهمن چی؟ من بهشون چیزی نمیگم، از دکترم خواهش میکنم نگه. باشه، هر طوری که خودت صلاح میدونی. خواهش میکنم خانم، بفرمایی. باشو برو. سلام جناب، سلام. بفرمایید، بفرمایید. اجازه میدین یه تلفن بزنم؟
خواهش میکنم. الو، لباستون رو مرتب کنید. خوشبختانه شما سالم هستین و کاملا استعداد مادر شدن رو دارین. آقای دکتر، من الان بیشتر از یه ساله که شوهر کردم و تو این مدت حامله نشدم. همین موضوع باعث شده که پدر و مادر شوهرم خیلی بهم سرکوفت بزنن و آزارم کنن. هنوز دیر نشده. از این گذشته امکان داره عیب از شوهر شما باشه. شوهرم؟ بله. بهش بگیم بیاد اینجا، من ببینمش. اگه نیاد چی؟ خودم بهش تلفن میکنم. نه آقای دکتر، خودم میارمش. فقط ازتون خواهش میکنم که اگه عیب و ایرادی داشت چیزی بهش نگی. نگم؟ آها، چون میترسم که ناراحت بشه و دلش بشکنه. خیلی خوب باشه، بهش چیزی نمیگم. کجا داری میری؟ معطل نکنیم، حالشو جا بیاریم بچه ها، برین جلو. نه تا بلند شو بیار که هیکلونه. داداش جان، اونو نزنش، برو اونو بزن. اون صد تومن بابا داره، تو بعد از 200 تومن بابا زدی. اونو بزن روی کرده، قربونه دارم. بیبریم چه خبره؟ مردی که پدر سوخته بازم اینجا پیداست شد؟ مگه نگفته بودم دیگه جلوی تئاتر من پیداست نشه؟ ولش کن آقای مدیر، ولش کنین. اون اگه شعور داشت که این کارو نمی کرد. میتونی بری. خیلی خوب، چشم میرم. مگه تو پیاده نمیشی؟ نه، میرم شرکت تا یه ساعت دیگه میام. خدافظ. به امون خدا. دکتر چی بهت گفت؟ هیچ، جواب امید بخشی نداد. فقط از کیوان خواست فردا به دیدنش بره. نمیدونم چی میخواد بهش بگه. خب من میدونم. چند دقیقه پیش با دکتر تلفنی تماس گرفتم. بهم گفت که کیوان نمیتونه پدر بشه، به همین دلیل میخواد کاری کنه که ظاهرم به خاطر ناراحتی تو و در باطن به خاطر معالجه کیوان دوتایی به مسافرت بریم. کجا؟ آمریکا. دکتر گفت اونجا یه دکتر ایرانی هست که متخصص همین مسائله و فعلا یه دوره ای رو داره میبینه. دکتر میگفت امکان هست که اون بتونه کیوان رو معالجه کنه. کیوان میفهمه که من نه. دکتر میگفت چون زنش خواسته بهش نمیگم. ایشالو وقتی رفتیم تو باید به هر عنوانی که شده کیوان رو ببری پیش اون دکتر. دکتر صداقت از ایرون خودش نامه مینویسه و ترتیب کارو میده. اگه کیوان راضی به مسافرت نشه
من کاری میکنم که راضی بشی. آقای مدیر، من اهل قرارداد و این حرفا نیستم، ولی قول میدم تا روزی که بخونم پیش شما بمونم. من با چند تا شهرستان برای اجرای برنامه قرارداد بستم. عیبی نداره، با هر شهرستانی که قرارداد بستی میریم و برنامه اجرا میکنیم. دلم میخواد شما از من راضی باشین. ممنونم. ولی نتیجه ی آزمایش، متاسفانه نتیجه ی همه ی آزمایشات منفیه. منفی یعنی چی؟ یعنی اینکه شوهر شما به هیچ عنوان نمیتونه پدر بشه. ببخشید از اینکه ناراحتتون کردم. در هر حال باید اینو به شما میگفتم. خیلی بچه دوست داری؟ پدر و مادر شوهرم، به خاطر اینکه هنوز بچه‌ای به دنیا نیاوردم خیلی آزارم میدن. به دلم برات شده که اونا کیوانو از من جدا میکنن. خب صریحا بهشون بگین. بگین که عیب و علت از شوهرتونه. میخواین خود من بهشون بگم؟ نه آقای دکتر، نمیخوام اون ناراحت و مایوس بشه. از خود شما؟ من به این ناراحتی عادت کردم. مجبورم آقای دکتر، مجبورم بسوزم و بسازم، مجبورم. ولی اگه دلتون بخواد شاید من بتونم به یه شکلی شما رو حامله کنم. نه خیر آقای دکتر، من از اون زنایی که فکر میکنی نیستم. من قصد بدی ندارم دختر جون، منظورم اینه که در صورت موافقت شما این امکان هست که با تلقیح هورمون حامله بشین. هورمون؟ هورمون چی آقای دکتر؟ آمپولی به شما تزریق میکنم، پس از این تزریق تا 90% ممکنه حامله بشین. به شوهرم میگین آقای دکتر؟ اگه دلتون بخواد نمیگن. حتما آقای دکتر. حتما؟ باشه، آمپولو بزنی. گذشتای تلخ بردم از یاد، غمها دیگه با من شدن غریبه، هرچی میخواستم از خدا به من داد، آرزوهام رنگ حقیقت گره، لبای من با خند زینت گره، آرزوهام رنگ حقیقت گره، لبای من با خند زینت گره. به آرزوهای دلم رسیدم رسیدم، طعم خوشی رو عاقبت چشیدم چشیدم، عمر شبای دار من تموم شد تموم شد، با چشم خود صبح امید و دیدم چه دیدم، آرزوام رنگ حقیقت گرفت، لبای من با خند زینت گرفت، آرزوام رنگ حقیقت گرفت، لبای من با خند زینت گرفت. ها
هر کی میگه زندگی سر دوست یاد، من میدونم یه عمر در اشتباه. زندگی دوست داشتنی و قشنگه وقتی محبت به دل آدم هاست. آرزوهام رنگ حقیقت گره، لبای من با خنده زینت گره. آرزوهام رنگ حقیقت گره، لبای من با خنده زینت گره. شدن غریبه هر چی میخواستم از خدا به من داد. آرزوهام رنگ حقیقت گرفت، لبای من با خنده زینت گرفت. آرزوهام رنگ حقیقت گرفت، لبای من با خنده زینت گرفت. کیمان اومده. مهی دینا جونم سلام. تو چقدر خوشگل شدی. وقتی این حرف داری فورا به هم بگو شیری یا روبا. شیرم شیرترم. از نعمت چه خبر؟ هیچ خبری نشد. قصه نخور میاد. دیر نکرده. سلام. اک خوشگل و خوشگل. دلم برای یه ذره شده بود. جات خالی بود. حتما خیلی خوش گذشته. ای بد نبود. ولی راستشو بخوای هیچ کجا مملکت خودمون نمیشه. بابا و ماما خونه هستن؟ آره هستن. برم بهشون ماشه بدم. بیا دیدم. تو مثل خواهر من میمونی. اصلا توقع نداشتم اینطوری فکر بکنی. این حوثایی زود گذر زندگی آدمو به باد میده. آقای مدیر تو رو از چشمای خودشم بیشتر دوست داره. به منم بدی نکرده. مردونگی نیست که مرد نمک بخوره و نمکتون بشکنه. فکرهای بچگونه رو از سرت بدر کن. زن مدیر بشو. این کارا کار نیست. تا جوون و خوشگلی انگوش نمایی. روز پیری و کوری دیگه واویلا. غلط کرده آبستن شده. مسخره است. بله. یکیو توده راه نمیدادن سراغ خونه کرد خدا رو میگره. مستر دایی جان بفرمایید ببینم قرار بود من و دختر شما اینجوری با هم دیگه گره بخوریم چی شد؟ تو هم وقتی رو بردی. برو فکر کارت. ولم کن دیگه. نیست گود. گود نیست. مستر دایی جان من با شما قهرم. چرا بخوری جوش آوردی؟ این خشونت دور از اتیکت هست. ممکنه یه سنگکوب کنی. حالا اینقدر جوش بدن تا جونت بگیر. خفه خون بگیر. کلافم کردی. اتیکت هست. اتیکت هست. خودتون ناراحت نکن. چیزی نشده. چطور چیزی نشده؟ همه نقشه های ما اشتباه از آب در اومد. فردا که بچهش به دنیا بیاد دیگه هیچ رقم دست از سر ما بر نمیداره. ولی این بچه هیچ وقت به دنیا نمیاد. نه خیلی نمیاد. نمیاد. نه این بودوش نمیاد. گفتی به دنیا نمیاد. هیچ وقت. برای اینکه من اینطور میخوام. زینت. بله. بیا کارت دارم. قربون دسته کمک کن اون تختو ببریم بالا. چشم. لنگرشو بگیر. آه! 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 آه
ای افو جلی موقو خوشو ببین از این چیزی شده دیدن جای درد داره؟ نه چیزی نیست یا اینجا ببینم تو چرا این کارو کردی؟ من بیگونم چه بخوام به دستور خانم این کارو کرد خانم؟ آره شما که میدونی من از اونا حقوق میگیرم مزد میگیرم مزد؟ بیا اینم مزد یا خودت میدونی من به خاطر شوهرم زیر بار این گناه رفتم دلم نمیخواست زندگیم به هم بخوره چه بلاهایی که سرم نیاوردن چه زخم زبونایی که به هم نزدن یا امیرالمومنین خودت از شر اینا منو بچه‌مو محافظت کن خودت کیوانو واسم نگهدار تو پناه بی پناهونو کس بی کسونی بین به سلام بازم داری گریه میکنی؟ دلم یه خورده گرفته بود قصه نخور زمستون تموم میشه و روسیاهی به زغال میمونه انشالله تا چند وقت دیگه بچه‌مون به دنیا میاد و ناراحتیامون تموم میشه چرا میخوای این کارو بکنی؟ تا یه ماهی دیگه میمونم و کار میکنم شما از حالا فکر خواننده دیگه باشین که یه وقت خدایی نکرده لعین نمونین آی مدیر این کار کار من نیست اگه پولمو گم نمی کردم و میتونستم قولی رو که دادم انجام بدم هیچ وقت گذرم به اینجا نمی افتاد خدا رو شکر که تونستم یه خونه اونطور که دلم میخواست توی تهرون بخرم مبارکت باشه ممنونم از شما و محبت شما ممنونم با ستاره خانومم حرف زدم به سر عقل آوردمش ایشالا تو این یه ماهه باید بساط عروسی رو روبرا کنین تا منم با خیال راحت خدافزی بکنم ایشالا بله زینت ناراحت بود آوردیمش بیمارستان بودو اومدم سلام سلام فارغ شد؟ تو اتاق عملی دکتر صداقت بالا سرشه؟ نه اون رفته مرخصی ولی ترتیب همه کارا رو داده کیوان خیلی خوشحالی؟ معلومه میبینی؟ والا چی بگم؟ میتونیم تشریف بیارین؟ پسره یا دختر؟ پسره این پسره منه؟ بله
ما امروز فقط همین یه زایمان رو داشتیم. ببخشید. سهراب خان؟ بله؟ بفرمایید تلفن. متشکرم. بله؟ هلو، مستر دایی جان، سلام از بنده است. بحرو رو برم، چی کار داری؟ این پسره اومده. پسره کیه؟ همون پسره، قایق چرونه، اومده اینجا. چیز دیگه، نعمت. نعمت؟ چه خبر شده؟ امیره میگه نعمت اومده. آهسته حرف بزن، مهری نباید بفهمه. چیکار باید بکنه؟ نمیدونم، خودت یه فکری بکن. اگه مهری متوجه بشه دیگه هیچ کاری از دست ما بر نمیاد. ببینم، نعمت اون طرفا نیست؟ دست راش ندادم، اوپن دور نکردم. نو. خوب کردی. گوش کن، آدرس شرکت رو بهش بده، بگو عصری بیاد اونجا. شیرفهم شدی؟ خیال تخ باشه مستر دایی جان. ببینم، گفتی نعمت عصری بره شرکت؟ آره، تو عصری یه فکری براش بود. باشه، متشکرم. خیلی ممنون. ببینیم. مگه تو ادعا نمی کنی مهری رو دوست داری؟ آخه این چه جور دوست داشتنیه که داری زندگی و آینده دختره رو خراب میکنی؟ من؟ آره؟ مهری هزار تا خواستگار ثروتمند و با شخصیت داره که هر کدوم صاحب عنوانی هستن. اون وقت من که پدرشم چجوری راضی باشم که مهر پدری رو ندیده بگیرم و تسلیم هوس کودکانه مهری بشم؟ مهری اگه عقل داشت که این خلبازی ها رو در نمی آورد. ولی من مهری رو خیلی دوست دارم. قبول دارم، ولی این دوست داشتن ها یه هوسه، یه هوس زودگذر که سرانجامی نمیتونه داشته باشه. نعمت، برای تو زن قطع نیست. بیا به خاطر رضای خدا با آینده و سعادت این دختر بازی نکن. اگه حقیقتا همونطور که ادعا میکنی مهری رو دوست داری، خودتو از زندگی اون کنار بکش و سرنوشتش رو سیاه نکن. اگه مهری خانم زن من نشه، خوشبخت میشه؟ سعادتمند میشه؟ آره، اینو خودت هم میدونی. از اینکه این جوون مردی رو در حق من میکنی، همه ی عمر ازت ممنونم. این کار تو مزدم داره، من یه انعامی هم بهت میدم. انعام؟ آره، یه دقیقه صبر کن. یه چک سفید واسه امضا کن. تا 300-400 هزار تومن هم میتونی توش بنویسی و از بانک وصولش کنی. دلم میخواد با این پول به زندگیت سر و سامانی بدی و زن بگیری. خواهرم کجاست؟ حالش خوبه؟ خواهره؟ اون حالش خوبه، با شوهرش داره راحت زندگی میکنه. ما هم خیلی دوستش داریم. خدا عوضتون بده. ممنونم. یه خواهش دیگه هم دارم،
تو باید کاری بکنی که مهری ازت سر بخوره و به ازدواج با یکی از خواستگاراش رضایت. من چجوری میتونم این کارو بکنم؟ همونطوری که با همه علاقه که به مهری داری به خاطر سعادت اون حاضر شدی ازش دل بکنی. این آخری خواهش منم قبول کن. باشه قبول میکنم. باید قول بدی، قسم بخوری. قسم میخورم، به جون خود مهری خانم قسم میخورم کاری بکنم که دلش از من به هم بخوره. چی؟ چه وقت؟ ترتیبشو میدم و خبرتون میکنم. خب اینجا رو که یاد گرفتی، دلت خواست بیای اینجا، بیا قدمت بالای چشم. اگه نتونستی تلفنی خبر بده، تو این کارتم نمره تلفن اینجا و تلفن منزل نوشته، دیگه خودت میدونی. فقط دلم میخواد که زیاد طولانی نشه. بیا بگی. باشه. تو برو تو. پس نیمه گفتم تو برو تو. سر صداها چیه؟ چه اتفاقی افتاده؟ هیچ اتفاقی نیفتاده. پاکیمو میخورم، خدایش حقم همین بوده. کسی که کار خلاف بکنه باید نکبتشو بکشه. خداوندا اگه من غرق گناه هستم، خودت بزرگ و بخشنده ای. غلط کردم، رو سیاهم. به بزرگی و کرم خودت منو ببخش، منو ببخش، منو ببخش. بله. سلام، من هستم نعمت. حالا چطوره؟ بگو چیکار کردی؟ مهری. سلام بابا. سلام دخترم، در یه موردی باید با تو حرف بزنم، اگه میشه یه دقیقه بیا پایین.
بشین. هیچ وقت دلم نمیخواست اینطور بی پرده با تو صحبت بکنم، ولی چه کنم که مجبورم. دیشب با مادرت حرف میزدم، بنده خدا به خاطر تو ناراحت بود و میگفت مهری به خودش رحم نمیکنه، هنوز حال و هوای اون پسره تو مغزشه. ببین، بارها گفتم بازم میگم، این پسره لیاقت تو رو نداره. من نمیدونم چرا نمیخوای به حرفای من توجه کنی. این بی توجهی تو کارو به اونجا رسونده که مجبورم حقایقی رو که فقط به خاطر تو تا امروز نگفتم به زبون بیارم. متوجه شدی؟ کدوم حقایق؟ همینقدر سربسته بهت میگم، مهر این پسره رو از دلت بیرون کن. چرا؟ مگه اون چی کار کرده؟ چی کار کرده؟ چه کاری بدتر از این که لا لا الا الله. دختر بذار دهن من بسته باشه. حرف بزن پدر، من باید همه چیزو بدونم. خیلی دلت میخواد بدونی؟ حتما. بسیار خوب، آماده باش تا فردا تو رو با حقایقی که مدت هاست من و مادرتو آزار میده روبرو کنم. چرا خودتو انداختی جلو اتومبیل؟ پرسیدم چی شده؟ زینت خانم، شمایی؟ چرا این کارو کردی؟ چی بگم آقای دکتر؟ چی بگم؟ یالا معطل نکنید، شروع کنید.
کوچکت. حالا برو. چرا خودت جلوی ماشین من انداختی؟ مخصوصا این کارو کردم. آقای دکتر، همه این بلاها رو شما سر من آوردی. من؟ آره، این شما بودین که باعث بی آبرویی من شدید. این شما بودین که بانی در به دری من شدید. این شما بودین که کیوان از من جدا کردین. به همین دلیل خودم رو زیر ماشین شما انداختم تا با چشم خودتون جون دادن و فرمونیتون رو تماشا کنین. آخه آقای دکتر، چرا این ستم رو در حق من کردین؟ چرا؟ 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 آروم باش جون، آروم باش، بشین. دلت میخواد تو رو به خونتون ببرم؟ من از خدامه، ولی منو تو اون خونه راه نمیدن. هر بنای سر من آوردن حیبی نداره. نمیدونم با مهری خانم چی کار میخوام بکنم. گفتی مهری خانم؟ آره، آخه اونو نعمت برادر من هم دیگر دوست دارن، قراره با هم عروسی کنن. ناراحت نباش، خدای اونام بزرگه. فعلا تو یه چند روزی همینجا بمون تا ببینم چی پیش میاد. باشو، بچت داره گریه میکنه. بلند شو، بلند شو، برو به بچت برس. بلند شو. عزیز من، از اینجا تا بندر خیلی راه. دایش نمیدونه چشمم به راه. پسر خوشگل من مثل ماه، ماه، ماه. چی کار کنم که رنگش سیاه، سیاه. دوشیزه مکرمه محترمه، خانوم مهری خانوم، فرزند آقای سهراب، اجازه میفرمایید شما را به عقد دائمی آقای امیر هوشنگ خان، فرزند شهاب الله خان در بیاورم؟ وکیلم. دوشیزه مکرمه محترمه، خانوم مهری خانوم، فرزند آقای سهراب، اجازه می‌فرمایید شما را به عقد دائمی آقای امیر هوشنگ خان، فرزند شهاب الله خان در بیاورم؟ به لبم داغ جنون، به کنارم تو بمون، مرا با دیگری. برای آخرین بار سوال می‌کنم، دوشیزه مکرمه محترم خانم مهری خانم، اجازه می‌فرمایید شما را به عقد دائمی آقای امیر هوشنگ خان، فرزند شهاب الله خان در بیاورم؟ وکیلم. بیاوری. وکیلم. بیاو بابا، دیدی که بیچره رو مادر جون، بله رو بگو دیگه. چرا خواهر تری گفتن بله؟ دیدم، ترسیدم. کجا رفتی؟ بدر بگو باقیش با من. ای مستر جیجن، مستر جیجن فرار کرد. گفت نه، البته منظورش آره بود. همش هم ترسیده جان. ایجاده بیدن، ایجاده بیدن، ایجاده بیدن. بایسا، دکتر بایسا، لگد به وقت خودش ندن. دیگه یه شواری به این خوشگلی گیرد نمیاد. عجب دختر احمقه. مستر جیجن، مستر جیجن، به جان خودت قسم، الیزابه تایلور، سوفیا لورین، آنتونی کوی، بچی دارم میگم. آره جایش بریش، صد دفعه به هم گفتن بله، ولی بنده بهشون گفتم نخه که نخه نخه کنم نخه کنم بابا نخه بابا. یاری بیداد، نزدیک بود ما رو بیمه کنه ها. تعظیم از شد دکتر. سلام، سلام. نگاه چرا این کار کردی دکتر؟ سر سفره عقد نشسته بود که یه مرتبه به سرش زد و این بلا رو سر خودش رو بود. داماد چی بود؟ بنده بودم دکتر، ملاحظه بفرمین. زیباترین و جنتلمنترین داماد دنیا. اصلا مادر گیتی تاری همچین دامادی نتونسته بذار. این مستر جایجان هم شاهده، میگیدم خودش بپرست. آه.
بلایی سر من آوردن عیبی نداره، ولی نمیدونم با مهری خانم چی کار میخوام بکنم. آخه اون و نعمت برادر من همدیگر رو دوست دارن، قراره با هم عروسی کنن. خیلی صدمه دیده آقای دکتر. بدن چیزی نمیتونم بگم، باید عکس بگیرم. دکتر خب میگفتی بنده دوربین خونه میوردم و طلق و طلوق یه عکس فوری میگرفتم و همچی صاف و بوس کنده میذاشتم کف دستتون، کاری نداشت. حالا برمیکردم. ساعت چنده؟ پشیم پشیم بریم، میخوام با زنم تنها بشم. بریم ببینم. بفرمایید. سلام زینت خانم، من دکترم، گوشی رو بده به خانم. رفتن سلمونی. وقتی خانم اومد بگو برنامه مهمونی امشب به هم خورد، چون برای دختر سهراب خان پیش آمدی کرده که مجبورم بیمارستان باشم. برای مهری خانم؟ متاسفانه بله. نمیشه ما رو دست به دست بده. یا اومده خواهش میکنم همه تشریف ببرین بیرون. بفرمایین بیرون، خواهش میکنم. بفرمایین برین خلوت کنیم بابا. بفرمایین خانم. حتما باید دکتر بهشون بگی تا برن. بفرمایین آقای دکتر. بفرمایین شما بریم بیرون. بریم منو جانم. بفرمایین جانم. تو دامادم بری بیرون. بله دامادم بره بیرون. خب میرم ولی زود برمیگردم. باش. خب چرا این کارو کردی دختر؟ چی بگم آقای دکتر، چی بگم؟ نعمت رو دوست داری؟ نمیدونم. اون چی؟ اونم تو رو دوست داره؟ اولا خیلی، ولی بعدش گفتم که نمیدونم. آروم باش جانم، آروم باش. فقط به هم بگو جای نعمت رو میدونی کجاست؟ آره میدونم. سلام. سلام، من دکتر صداقت هستم، با آقای نعمت کار دارم. خودم هستم آقای دکتر، بفرمایید. خیلی خوشبختم. بفرمایید بالا. اومدم اینجا یه خبری بهت بدم، ولی باید قول بدی که دست باچه نشی. حرف بزن آقای دکتر. متاسفانه برای مهری خانم پیش آمدی کرده. برای مهری خانم؟ بلایی بود که تصور میکنم به خیر گذشته باشه. باید به هم قول بدی به خاطر سلامتی مهری خانم حرف منو گوش بکنی. مهری کجاست؟ پیش منه. تو رو حالا میبرم پیشش. همونطور که گفتم اگر به سلامتی مهری علاقمندی باید کاملا به حرفای من توجه کنی. چیکار باید بکنم؟ قول دادی ها؟ بله آی دکتر، قول دادم. خیلی خوب، پس بزن بریم. بریم، بفرمایید. خیلی متشکرم. تو هم اینجا باش تا بفرستم دنبالی. چشمی دکتر. یه وقت نیایی تو ها. من خیلیاتون راحت باشم. متشکرم، مرسی.
رده باشید، رده باشید. اون کلینک سو یه دونه مرسی اینه که اون بذارم این نمجه چه خبره؟ ای، بایی دایی جون دو اسکه دکتره جن دیدم زبون به دهن دیگی باش رفت داشت چی شد؟ تکلیف ما من که امیدی ندارم چی داری میگی دکتر؟ متاسفم که مجبورم این خبر به شما بدم ستون فقرات مهری خانم بر اثر سقوط به سختی آسیب دیده و دیگه متاسفانه تا آخر عمرش دوی کنم جاش بودم بشه اینجا بیجا شنیدم دکتر عرض کردم که مهری خانم تا آخر عمرش دیگه قدرت نداره از جاش بلند بشه چون ستون فقراتش خورد شد شما شوهرش هستی از این به بعد وظیفه بزرگی به گردن شما به گردن بنده؟ بله باید ثابت کنین که مثل روزهای سلامتی اونو دوست دارین باید چی رو آقای دکتر باید درآوردی قربون اون کلات برم صدها دختر تو اروپا و آمریکا منتظر بنده هستن همینطوری واسم صف کشیدن کمرشون هم سالمه که برم پیششون مستر دایی جان بگم که شطور دیدی بنده رو ندیدی بای بای بفرمی اینم از خواهرزاده نونو رو بی سواد و فرنگی معابه دکتر دیدی چه خاکی به سرم شد تحمل داشته باش با خواست خدا که نمیشه جنگی ببخشید یه لحظه سراب خانو ببریمش بیرون چشم بفرمی یه کاری بکن با امید خدا بری نیمت سلام کیوان خان حال چطوره؟ تو این مدت کجا بودی؟ بعد واسه تعریف میکنم بهم بگو چه اتفاقی افتاده؟ چی بگم؟ بیا بریم بیا اونو برای چی آوردی اینجا؟ آخه چرا دست از سر ما ور نمیبری؟ من چه کاری نکردم؟ دیگه چی کار میخواستی بکنی؟ پدر خواهش میکنم عصبانی نشین اون چه گناهی داره تمام این ماجرا رو خودتون ساختین و پرداختین من؟ آره این شما بودین که با روش غلط و فکر کهنه و قدیمی خودتون کارا به اینجا کشوندین این شما بودین که تصور میکردین اگه دخترتون رو به آدمی مثل نعمت بدین قانون خدا غلط میشه نام و نشونتون شرافت خانوادگیتون خدشه‌دار میشه پدر تا کی اشتباه تا کی گمراهی و سیاهی خفه خون بگی پسر چرا پدر برای چی چرا من خفه خون بگیرم همه لال بشن چون شما مثل جن از بسم الله و از حقیقت گریزونین و به خاطر اینکه زندگی مرفهی دارین نعمت و امثال نعمت داخل آدم نمیدونین پدر آدم بودن در قاموس شما چیه؟ خودخواهی؟ بیوجدانی؟ فرار از حقیقت؟ فرار از درستی؟ فرار از انسانیت و جوانمردی؟ چه خبره؟ این سر و صداها چیه؟ اینجا بیمارستانه آقای کیوان نعمتو بیارین بالا بیارین معذرت میخوام پدر چه خاکی به سرم شد چه بلایی سرش آمده چی به روزش آوردن نعمت خوددار باش مهری قرار بود زن امیر هوشنگ خان بشه چون حاضر به این وصلت نبود خودشو از بلندی پرت کرد و ستون فقرات شکست دیگه تا آخر عمر علیل زمین گیره اینطوری خوشبخت میشو؟ اینطوری سعادتمند میشو؟
چرا حرف نمیزنی؟ چرا لال شدی؟ چرا جواب نمیدی؟ این چه ظلمی بود که در حق ما کردی؟ مرد! دیگه از جون ما چی میخوای؟ اخیر به من ندادی؟ به خاطر اینکه دلت میخواست اونو به یک گرگ بدی که هم تراز خودت باشه، خواستی اونو بفروشی. تو از من خونه خواستی، پول خواستی. بیا این قباله خونه عوض یکی دوتا پول. اینم پول. توی حساب من پول به اندازه کافی است که بتونه حجاب روی خودخواهی و حرص و طمع تو بکشه. دیگه چی میخوای؟ برو، برو ما رو با بدبختی خودمون تنها بذار. نه من، عصبانی نباش. کاری که نباید بشه شده. خودتون ناراحت نکن، برو دنبال زندگی خودت. مهری دیگه برای تو زن نمیشه. متاسفانه باید بهت بگم که اون همه عمر باید روی این تخت بدون حرکت بیفته، چون کمرش شکسته. باش، تا عمر دارم نوکرش میشم، غلامیش میکنم. اون علیله، تو اونو قبول داری؟ چرا قبولش نکنم؟ مگه اون منو اینجوری قبول نکرد؟ آفرین، آفرین به این آقایی و صد آفرین به این جوانمردی. سهراب خان، میبینی؟ مردانگی و انسانیت هنوز نمرده. صداقت و فداکاری رو باید از این جوان یاد گرفت. نعمت، میخوام به پاس این بزرگواری و انسانیت یه مژده‌ای بهت بدم. چه مژده‌ای دکتر؟ اون مژده اینه که خوشبختانه عکس نشون میده مهری خانم صدمه زیادی ندیده و انشالله تا یکی دو هفته دیگه حالش خوب میشه و از بیمارستان میره بیرون. چرکم دکتر، راست میگی دکتر؟ چرا دکتر؟ دکتر شما که ما رو مثل عمر کرده. سهراب خان، این همیشه یادت بمونه، کسی که از بیراه بره به مقصد نمیرسه، کسی که باد بکاره بدون شک طوفان درو میکنه. اومدی اینجا چیکار؟ مهری، مهری چی شده؟ برو از اینجا، گفتم برو بیرون. چه بلایی سر مهری خانم اومده؟ چی شده؟ به تو مربوط نیست، گفتم از اینجا برو، برو. نمیخوام قیافتو ببینم، برو بیرون. کیوان، کیوان من اسم منو نیار، تو لیاقت نداری. صد رحمت به ولگرده کنار خیابون. برو بیرون. کیوان، کیوان خان، عصبانی نشو، زنت یه تیکه جواهره. زینت تمام این بدبختی ها رو به خاطر شما تحمل کرده، اما شما در حق اون خیلی بدی کردی. من؟ آره چی میخوای بگی دکتر؟ خیلی دلت میخواد بدونی چرا اون بچه سیاه‌پوسته؟ معلومه. خیلی خوب، اینجا مریض خونه هست، بریم تا برات تعریف کنم. معذرت میخوام، بریم. Thank you.
دیگه با من شدن غریبه، هرچی میخواستم از خدا به من داد، آرزوهام رنگ حقیقت گره، لبای من با خند زینت گره، آرزوهام رنگ حقیقت گره، لبای من با خند زینت گره. به آرزوهای دلم رسیدم رسیدم، طعم خوشی رو عاقبت چشیدم چشیدم، عمر شبای تار من تموم شد تموم شد، با چشم خود صبح امید و دیدم چه دیدم، آرزوام رنگ حقیقت گرفت، لبای من با خند زینت گرفت، آرزوام رنگ حقیقت گرفت، لبای من با خند زینت گرفت.